میشه. بعدا میبینم. چشم میدم بخ بچه تنوری داره بزنیم بخوری نوشی جانتون حس کنیم بخ 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 همش پر ریشه نگاه کن ریشی سخته به بیمزه دارم بابا یه پولیتو بگیر بایدش هم مال خوده چاکرتم پیرشی پسرم پیرشی دخترم به سلامت بری بچه خوش اومدی بخ بخ چه لبایی شلابی سخت داری مازی در داغی خدا ذلیلش کنی تا از دست شاهد بشم الهی جز جیگر بزنی آجر خانم
یا شادش بگیش کن ها چرخونی رو هم خدا همش باید بکوبم تو سرش من از دلاخی بردی نمیدونم نکرده ولش کنی تو رو خدا هلم کن ببینم این پدر سوخته من دیگه اینجا نمیدونم پدر سوخته کور شده زلیل نه تو رو خدا ولش کنید خدا رو خوش نمیاد اون بچه گناهی نداره در ولش کن ها چرخونی خواهش میکنم الهی بری بر نگردی بچه آذر آذر کجا میری برگرد آذر آذر برگرد کجا میری آذر بله میدونم میدونم که تام خیلی فداکاری کرد ولی منم تا اونجایی که تونستم جبران کردم فعلا دستم خالیه نمیتونم چیزی بهت بدم من این چیزا سرم نمیشه یعنی چی؟ یعنی این که مجبورم مجبوری که چی؟ خب دیگه مجبورم برم همه چی رو به پلیس بگم بایسته ببینم تو فکر میکنه میتونی با این مزخرفات منو بترسونی؟ نه جونم من حق خودمو میخوام اگه بهم دادی که دادی اگه ندی مجبورم برم خبر بدم تو هنوز دهن بوشیر میده بچه دهن من بوشیر میده حالا بهت نشون اولنشه تا باید نشون بدم فقط از آینده
من هر لحظه انتظار مامورین پلیسی میکشم. انتظار اینه میکشم که نرگس از در بیاد و بگه آقا یه نفر اومده با شما کار داره. چیه نرگس؟ چی کار داره؟ والا چه قصد کنم، میخواد شما رو ببینه آقا. کوسر چی شده عزیزم؟ من میخوام به گذشتم ودا کنم عزیزم، برای همین دور از جنجال شهر زندگی میکنم، ولی مثل اینکه نمیذارم. آخه به من بگو چه اتفاقی افتاده. تو هنوز از گذشته ای من هیچی نمیدونی. من نمیخوام بدونم، همین که تو منو دوست داری و من تو را از صمیم قلب میپرستم برام کافیه. باور کن من حتی در رویاهای خودم هم نمیتونستم مردی مثل تو رو مجسم کنم. من تو رو واقعا میپرستم گوزر. متشکرم عزیزم. گوش کن عزیزم، من درست لبه یه پرتگاه قرار دارم، یه اشاره کافی من به اعماق اون سر نگون بکنه. من میتونم برات کاری انجام بدم؟ نه، تو فقط به من یه قول بده هر حادثه‌ای که برای من اتفاق افتاد خودت و دختر من معرفی بکنی. ولی من نمیتونم کوسر. به حرف من گوش بده، خواهش میکنم. بسیار خوب، متشکرم. من تو فردا به یک مجلس بالماسکه دعوت داریم، سعی کن یکی از بهترین لباساتو بپوشی. بالماسکه؟ کجا؟ مهرات. که یارو خوب سرگرم شده، هرچی سرگرمی اونه بیشتر بشه کمتر سوزه میبرم. باید این ناشتی داشت کنم، شاید این چوتی پیداش کنم. گیری داداخت میگم که اون دو نفری که اونو هستن نمیشنسن. شگرده ایچه باره پروشه بیا اینجا ببینم خرسش بگم بنده باز داری چه چه ننم کجام خوبه جون. باید کاملا موازه بوزه باشه. بله باید موازه بود. تو که آبروی چندی ساله منو بردی. اگه یا منزل یکی از مشتریان قدیمی و خوبه منه، مگه صد دفعه بهت نگفتم باید مواظب رفتارت باشی؟ آخه جانم آدم باید ادب داشته باشه. شما یه چیزی بهش بگید جانم. کاملا درسته قربان، آدم باید ادب داشته باشه. شما ببخشید تو جبون خوبی هستی، من از تو راضیم. از این یاد بگیر خرس کنده. آقایونی جشن ما از این لحظه جلوه خاصی داره. میدونین چرا؟ برای اینکه دوست قدیمی ما با دو خطر قشنگشون به دعوت با جواب متفت دادن. مثل اینکه اینجا کسی ما رو تحویل نمیگیره. بدون وجود ما جشنشون پایان خوشی نداره عزیزم. آه فرشته این زیبای من، این افتخار نصیب من خواهد شد با من چند سبایی برقصی؟ متشکرم. از اینکه دعوت ما را قبول کردین سپاسگزارم. متشکرم. رفقا با کمال استیاق منتظر دیدارتونن، لطفا دنبال منی بیاید. خواهش میکنم، بفرمایید. من خوشحالم که میبینم آقاین دوزده بازم مثل قدیم دوره همه جمعی شده. مقدر نیست باز که مفتر به کار دوزیم هنوزم مثل قدیم تو هر کاری عجله میکنی؟
همین دلیلی که دست به هر کاری میذاره موفقه. درویش چاخ نمیتونه خاطراتی که با شما داشته فراموش بکنه. رفقا من گذشتم رو به طولی فراموش کردم و تمام کارهای قدیمی رو کنار گذاشتم. به همین دلیل از گذشته نکبتدار خودم بسیار پشیمانم و دیگه هم سعی ندارم دست به کارهای زشت خودم بزنم. مالا یارت باشه رفیق. اصل ما درویش باشه. یه خودم جدی باش. ما به کمک تو احتیاج داریم. چه کمکی میتونم به شما بکنم؟ مجبورم پیشنهاد شما رو رد بکنم. این کاری که شما از من میخواین برای من مطلوب نیست آقایون. همونطور که براتون گفتم من دیگه دست به کارهای کثیف نمیذارم. دست حق نگهدارت باشه دارم. شما دست همکاری به طرف اعتراض کردیم ولی شما دست ما رو نگیرید. اشنات بکنم. برابو سره بیم چمو؟ چه بیم؟ درم هفته هفته چی میزنیم؟ دوبله سره بیم دوبله سره بیم شاید دوبله سره بیم خب؟ سره بکن ما اینجا موفقیت بابا بر بشه با صاحب میلیون‌ها ثروت میشیم. البته اگه شانس با ما یاری بکنه میکنه. الو بله بله بفرمایید. بله بله فردا صبح حاضر. های خیکی عطوت باش برو ویترین رو خواهش کن. خیلی از شب گذاری هم فاش میدید بجان بسن به ما میگه خیکی نایده که یا آخ میکشیم. این شب بریز تو صندوق، صبح بچین تو ویتری. همشم چه میشه از این زیر رو کردن راحت بشه؟ این که دیگه قایی زدن نداره، بده داره من این کاری ما دلخور نباش. اخی تو چرا آه میکشی؟ من که از دیدن اینا تو میری سیر نمیشم. اینقدر دلم میخواد با این جماهیرات بازی کنم، اینقدر دلم میخواد با اینا بازی کنم که حتی وقت نداره من که تو اینقدر خوشم میاد از جواهر. میدونم بالاخره جواهرم دیگه آدم خوشش میاد. اخ اخ
آدم این همه جواهیالات در اختیارش باشه اون وقت نتونه ازش سوء استفاده بکنه. چیزی که آدم نتونه ازش سوء استفاده بکنه چه خود چه ارزشی داره؟ آخه این خیلی ببین اینا چی هست؟ آخه این خیلی نگاه کن تو فکر میکنی این گوش پاره چقدر میارده؟ آخ اگه مال من بود میدونی چی کامی کردم؟ افسوس؟ گفتنش چه فایده داره؟ بالاخره یکی از این شبا که دگه من قدره بستن یه گونی میادم و همه رو میریزم توش میرم اونجایی که عدم نمیندازه. یه خود یه باشته آتقی؟ جونت فدای آتقی؟ کارتو بکن چقدر حرف میزنی؟ کاش حالا میام من قدره میزنم چرا که معتر میکنی؟ یالا باید را بیفتیم دیگه. سلام آقا. بله چه فرمایشی داشتی؟ ببخشید فرمودید صبح چه ساعتی بیدارتون کنم؟ اگه ممکنه من رو صبح ساعت 6 بیدار کنید چون باید برم یه کار مهم میدارم. دیگه فرمایشی ندارم؟ نه خیر. شب بخیر. شب بخیر. قفلش کن که کسی نتونه بازش کنه. خیلید یا حد باشه. قفیه قفیه. شاگردان مشکوکم چون دیشب صحبت این بود که یه گونی بیارن و جواهرات رو ببرن. اشتباه نمی‌کنین؟ نه آقا من با گوشای خودم شنیدم که با هم صحبت می‌کردن. چند وقت پیش شما کار می‌کردین؟ والله چند سالی میشه. جای اونا رو می‌دونین؟ بله گل بفرمایید بریم کارانتر. بفرمایید. امیدوارم بدونید چی کار باید خیالتون کاملا یا حد باشه خود با خدافظ با دفت افتا
من در بیگناهی اونا شکی ندارم. خواهش میکنم طبق دستوری که داده. میگم به تاکسی جون. چرا چرا یه نفر سوار کردیم جون شما یه تگ ناکسی داشت که انقدر باقه بوخ کرد از سرم رو برد خلاصه برنمش دم آترکاف پیادش کردم. بعد از اون مسافر دیگه سوار نکردی؟ نه چطما جان چه؟ مثل این که یه گوشواره شد چه گوشت برا؟ بعدش بینه بفرمی بح عجب گوشواره این ماماره یه برا حتما مرا اون یارو چون من قبل از اون ماشین تیمیز کردم گوشواره توش نمون برا مرا خودش مرا اون یارو فگیت درست بالاخره باید داد به صاحبش. برای ما داد به صاحبش خاطرتون جمع باشه داشت. من اینو حتما میبرم میدم به صاحبش. حالا چجوری صاحبش رو پیدا میکنی؟ صاحبش؟ کاری نداره داشت. میرم دمه هم موتوری که پیادش کردم. میرم تو از مصدی هم دست راشه میگیرم و گوشفره رو میدم براش. خب هر چقدر مجدگونی گرفتی نصفش باید بدی به ما. مجدگونی این حرفا چه داشت؟ ما هر این حرفا نیستیم. به جون شما نباشه آقا جون بقیم دستی تو چند سال پیش یه مسافر سوار کرده ایم. یه خانم ترگل برگل بود. هی پیش خواهتون باشه با کسی نگینا. مرد که چشم طرف ها رو گرفته بود. خلاصه که الان موقع رفتن کی بس جا گذاشت. ما کیف پیدا کردیم. در این کیف که باز کردیم این 50,000 توش پوله. ما پول رو نگاه کن پول ما رو نگاه کن. 50,000 توش پشکاله بود. ما قبول نکردیم که نکردیم که نکردیم. حتما میخوای بگی پول بردی دادی به صاحبش اینطور نیست؟ معلومه که بردی دادی به صاحبش شما هنوز بارو نشتخین داشت به ما رو گن حسن رو را خلاصه آقایی که شما باشی پارسون پارسه خونه طرف رو پیدا کردیم در قربار کردیم طرف با ناز کرش ما اومد دمه در عرض سلام کردیم گفت فرمش داشتیم گفتم با ما همون شفاری هستیم که چند وقت پیش توش نشسته بودی نه کیف سن جا گذاشتی طرف گفت ممنونم چه فکر کردم در واسه رفتم ما رو میگه خوش که مونده خلاص بگم داستان ما به سر رسید دم هتلی که میخواستین رسیدیم پیاده شین چخید اینم همه هتلی که آیده پیاده کردم شما دو تایی میشین باشین تا من برم تو ببینم چی کار کنم خیلی خوب برو بریم اصلا نه با برمی برای این شناختن سایه خوب کلکی زدیم ها خدا کنه بتونه گیر بیاره حتما گیرش میاره بله بله چشم رزرو میکنم اسمتون آقا و خانم بیمه یاد داشت کردم اتاق دو تختی باشه هی آقا کجا تشریف میبرین ها آقا عرض کردم کجا تشریف میبرین با من اینطورم جان چرا داد میزنی تشریف بیارین اینجا بفرمایید چی کار دارین خب لباد یه کاری دارم دیگه آقا کجا؟ خب بفرمایین چی کار داری؟ با همون آقایی که دو ساعت پیش در مادر پیادش کردم کار دارم اسمشون چیه؟ مشخصات؟ بلا قد برندی داره موه جوجه هم قابی داره یه طول استنگم هم پشت آه شناختمش چی کارش داری ما؟ یه اولادی دشمن دارم میخوام بهش بدم خیلی خب بفرمین اتاق شماره 12 شکل دارم بای 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 خواهش میکنم بای بای بیشترم افتاد بای بای بله 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 مشی اصرار نکن نمیخورم نمیخورم خیلی خواهی که نمیخورم یعنی چه قضای مردم شو دستگاری میکنی عجیبه واقعا برمیشون چه چه گیر شما مرد Let's get back.
مشمرم رو شما باشه. لنگش رو نشون بدین تا بهتون بدم. فهمیدین چی گفتم؟ خیلی خوب، بفرمایید تو. بفرمایید. با چکرم. با اجازه. ندارین قربان. نه متشکرم، خیلی ممنون. خواهش میکنم. اینجا جای این کارو نیست. برید. سلام خانم. سلام علیکم. سلام. الو. ما دنبال رفیقمون میگردیم. رفیقتون کیه؟ شوفر یاننده تاکسی اومده یه امانتی رو به صاحبش بده. بله، رفیقتون رفت اتاق شماره 12 مگه برنگشته؟ این مسافر اتاق شماره 12 همین الان حسابش رو داد و رفت. گمونم نمی‌کنم الان کسی تو اتاقش باشه. میخوام خودتونم یه نگاهی بکنید. متشکرم. حالا ما چطوری خودمون رو با این وضع می‌تونیم برسونیم به اتاق شماره 12؟ به شماره 5 شما رسیدین خیلی ها. اجازه شما نمی‌کنم. سکو. بابا دنگ بزن. چیکار داری میکنی؟ آیا نمیکنم بابا دنگ میزنه. هیچ خبری بس دیگه باش. چرا اینجوری شدی؟ حتما سلما خود خودشو پیچیده. چیکار میکنه؟ آخ شما کجایید که دارش بازم به کمک هم؟ از اول تعریف کن ببینم. آخ از اول الان برای کمک هم نگاه کن نگاه کن. اول آمدم درد دادم گوشت برای رو نشون نشتدم. گفتم این مال شما هست. گفت بله بفرما تو. بعد که آمدم تو با یه چیزی محکم بود تو مرخ. دیگه نفهمیدم چی شد. بعدم که به حوش آمدم دیگم تمام هست. ببارم جمع کرد و بلند رو بردن و رفت. خیلی خوب بریم کنم آمان تو بیشت حیات بیشت میزنم از چه یاد بگیدی؟ اولا جلو بیشت کنم این قضا بیارده این آقایی که با یه چیزی کوبیده تو مخه این کجا رفته؟ والا نمیدونم کجا رفته من بیاد بگه کچلام همراهش داشت نمیدونم کجا رفته نمیدونم والا خیلی وقت رفته خارج شده شما عدستشو ندارید؟ من معمولا آدرس مسافرین رو نمیگیریم تلفنی با چند نفر تماس گیریم اصلا تو خیال داشت به مسافرت بریم شمتونم جنچیم بگل تو چلن بسی میزنه دیگرم را بیافتیم بریم را بیافتیم را بیافتیم هرچی یه سبیه سرم که دیگه جای رانندگی باید برم خانندگی بسی تو چه آیده نداشتی خب میخواستی منو دنبال خودت ببینم نه برو کجا همراه ببن جا تنگ کن تو از من بیارده تری غلط نکنم تو شیک دوست یا یفیق قافله اصلا همه دفتر شما بود که مرا به این کار مادر کردیم مرا که به این کار من چرا باید دور از تو زندگی کنم؟ تا وقتی که پیغام من به تو نرسیده نباید افتادی بشی دخترم. دلم گواهی میده که بدشانسی من داره شروع میشه. این حرف نزن دخترم. اگه اتفاقی برای من افتاد تو وارث من میشی. من نه ثروت تو رو میخوام پدر و نه مرگ تو رو. ببین دخترم من نمیتونم همه چیز برای تو بگم. فقط سربسته بهت میگم که جون من در خطره. گوش کن پدر. من نمیخوام تو رو از دست بدم. نمیخوام. میدونم دخترم. ولی من باید برم یعنی مجبورم پدر جون آخه چرا همه چیزو به هم نمیگی منو با تهدید وارد ماجرای خطرناکی کردم من میترسم خب این ماجرا رو با پلیس در میون بذار به این صورت نابودیم چون خطاهای گذشته ای منو فراموش نکرد
من میتونم کاری برات انجام بدم؟ نه دخترم، کاری از دست تو ساخته نیست. فقط باید به من قول بدی که یه مدتی خودت رو مخفی بکنی. قول میدی؟ هرچی شما بگی. آفرین دخترم، تو باید در همین خونه یلاقی بمونی. با هیچ کس نباید تماس بگیری تا من بهت بگم. حتی اگه من مردم نباید سر خاک من بیاری. فهمیدی دخترم؟ بله. با امید دیدار. خدا. بفهم ما. امروزم کاسبون خوب بوده. بقیهش باشه برای فردا تو نمیره. تو پسر خیلی زرنگی هستی. اگه ما باز با تو کاری داشتیم کجا بتونیم تو یه پیدا کنیم؟ بالاخره گیرمون میاره. یا پشت تاکسی هستیم یا تو کوپا قرارتا. ما هر شب جونتا اونجایی. اگه تو این میخونه ما هر کسی خوش میرسه مرد به مونا آرالله میمونم نم تو زن کم کم بخور نوشت خوش 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 سلام بده دین کرد Thank you.
میکنیم جنایت باید قبل از ظهر اتفاق افتاده باشه. بسیار خب، تا چند؟ سلام قربان. پرونده که فرمودید. بله بفرمایید، بفرمایید حاضره. یکی از بهترین دوستای من بود. ممکنه جون شما در خطر باشه. در چه فکر می‌کنی؟ در صورت لزوم با این اتفاق خودتون دفاع کنید. بعدا شما رو می‌بینم. باز رفت. ببخشید من کجا میتونم شما رو ببینم؟ فرمایشی داشتید؟ بله، باید باهاتون صحبت کنم. مثل اینکه به دایی جونتون رد نمیگذره.
آره خانواده ما آدمای خوش سلیقه‌ای هستن. جواهرساز و جواهرشناس بودم. حالا چی کاری ها؟ فقط دست خوارزادم کار میکنم. خوارزادم چی کارم؟ فعلا مثل اینجا بیکارم کارم. جواهرسازی بگو ببینم این گردن من چقدر میارزه. راست میگه بگو دیگه. وای خدا جونم چه طلای خوبیه. به نظرم 25. تو فکر میکنی یه میلیون تومن جواهر پیش کی ممکنه باشه؟ نمیدونم. فکر نمیکنم پیش هیچ کدوم از اونا باشه. چون اگه اونا محل جواهراتو میدونستن اینقدر دوره براتو نمیگشت. پس پیش کیه؟ نمیدونم. شاید پیش کسی نباشه. منظورت چیه؟ نمیدونم. هی بگو نمیدونم. بالاخره این جواهرات باید پیش یه نفر باشه. برای مورد که شکی نیست. تو آدم عجیبی هستی. از روز اولی که با من آشنا شدی من فکر کردم تو خیلی چیزا میدونی، ولی حالا دیدم من بیشتر از تو میدونم. گوش کن، من دختر اون نبودم، معشوقش بودم، همینو بس. بدون شک جون دخترش در خطر بود. تو رو واسطه قرار داده. تو خیلی بچه کوچولو. بله، اگه من بچه نبودم اونا هیچ وقت به فکر کشتن من نبودن. من دیوونم، دیوونم. بهتره برای معالجه عقلم به دکتر مراجعه کنم. ببینم ابی الان میخوای این کارو بکنی؟ نه الان میرم شنا بکنم. فهمیدی آق پسر؟ حالا یکی بدون بارم برم شنا بلد بفتم. این تن و بدن بلور اینقدر آفتاب نده، ممکنه بسوزه. اینجا برای چی آفتابی شده؟ ولی روز آفتاب خوبی خواستم یه خود ذخیره شد. شعر زبانم که تشریف داری. چه میشه کرد؟ تو این دنیا به غیر از یه زبان واسه ما چیزی نذاشتن. هرچی داشتن نامردا بردن. آب حالا چی میخواد؟ حالا چیز قابل توجهی از شما نمیخواستم. تو کرم تو چی باشه که خود طلا و جواهر رو از اینجا ما هر دو دنبال یه چیز میگردیم. بیا با هم شریک باشیم. باشه؟ شرکت که ما تشکیل بدیم خیلی جالب توجه میشه نیست؟ خوشت اومد دیگر مرد؟ آره عزیز دلم. آره خیلی عالی بود. حالا کجا چه دیدی؟ میداریم با بشه
مثل اینکه مبود منفجره کار خودش کرده. طبق حساب من ماشینشون باید الان رو هوا باشه. یه باروت میاد فایی نگه تا جون خودت نجات بده. کجا میری؟ این اتومبیل رو با چی منفجر کردن؟ طبق گزارش کارشناسان با دینامیت این کارو کردن. ما با یه باند خطرناک طرف هستیم. خوشبختانه عده‌ای از افراد این باند رو شناختیم. ولی مجبوریم برای شناخت سایر افراد باند کسانی که شناخته شدن آزادشون بذاریم تا بقیه بله. افراد باند هم دستگیر بشن. بله. نکته مهمتر این که زنی که در اتومبیل کشته شده دختر آقای کوسر نبوده، بلکه معشوقه اون بوده. خب حالا کی میتونه جای دختر حقیقیش رو به ما نشون بده؟ خدا میتونه. شما همسایه دیفال بدیفال آقای کوسر بودیم بله؟ و اونا حتما با شما رفت آمدن داشتن. اونا هیچ وقت راجع به یه دختری که مربوط به خودش باشه با تو صحبتی کرده بود؟ جای اونو به تو گفته بود عزیزه؟ من اصلا نفهمید شما راجع به کی صحبت کرد. چرا همینطور واسطه برای بر منو نگاه میکنه؟ خنگ خدا من که زبانم مو داره و تالش کن اقلا تو باش بگو چی میخوای؟ من که خسته شدم. یه خدمتون باشه. باشه اجازه بیرون بیرون مادام. مادام جا ما از شما خواست که جایی دختر آقای کوزه رو با ما سیدام پلیز گفتنی؟ یعنی گفت دختر آقای کوزه کجا منزل کرد؟ شما دینه دانست مادام؟ خوب دیگه یعنی چی خوب؟ من باید چی کار کرد؟ خوب معلومه دیگه مادام. باید سوزارت گیشم. ببینی که دارم میگم دیگه جون بچم من. ببین مادام تو باید جای دختر به ما نشون داد. تو باید حرف زد. تو باید گفت اون دختر کجا منزل کرد. من زبون ندارم. من زبان داشت ولی حرفای شما ندانست. من نتوانست با شما حرف زد. چرا میتونی؟ تو به اندازه 10 تا آدم زنده میتونی حرف بزنی ولی خود تو به نفهمی زدی. تو باید پیش من اعتراف کرد مادام. بگی نه اعتراف کرد؟ بله اعتراف کرد. پس شما کشیش هست؟ چی کشیش هست؟ وای دارم دیوونه میشم. دیوونه میشم میدارم مخ خودم رو داغو میکنم. اقلا تو به چالی کما چی میخوای؟ چشم. ببین مادام ما تو رو دوست داشت. آه چه خوب این زبال گفت دوست داشت. دارم با حرف میزنم. اشبازی نمی کنم. چرا مادام دوست داشت؟ ببین مادام اون چله پوچت کار میکنه یا نه؟ یه مقدار جواهر گم شده. ایش کس نمیدونه جای این جواهرالات کجا. ولی اون دختری که صحبتش کردی من جای جواهرالات اطلاع دارم. ببین تو باید آدرس اون مدام به ما داد. اگه آدرس اون دختری به ما داد ما جواهرات پیدا کردنی. حالا متوجه شدی عزیزم؟ این دختر که جواهرات برد جاش کجا هست؟ شما به من گفت من پیدا کرد. این زن دیمونت ورش کنیم برای ما خواه داخل کرد. برای اون شکل دوار پروش هر یاری.
جواهر بیرور دم در میخونتی. کلمه حرف بزنی میفرستمتون دنیا. حالا که وقت خواب دیم من چجوری بخوابم؟ مادت این نشسته بخواب. حالا دیگه منو مسخره میکنی. دلم میخواست قدرت داشتم میتونستم زیر مشتلکت خوردت میکردم. شیطونه میگم. شیطونه غلط میکنه. چرا میخودی اعتبانی میشه برای پای کارت؟ بایده ماما تو هم حسله داری هنچین بدنم. چرا عصبانیت میگی؟ عصبانیت خوب نیست. من کاریش میکنم. ببین دختر جان، اول باید بفهمی راجب جواهرات سرقت شده چی میدونه، بعدم زیر زبانش بکشی که از محل دختر آقای کوثر خبر دار یا نه. خب اینو از اول میگفتی، من درسمو بلدم. خیلی تو راحت بشی. حالا شدی دختر خوب، بری تا من جریانات نقشه رو واسه توضیح کنم. دلم میخواد اومد بشم من خوشگل بشم، نلیشوهر بشم من. باد شدم اما نه، من نظرم خوابم. سلام به روی ماه. تو چقدر خوشگلی. شما منو دیدی؟ تو اسمت چیه؟ من اسمم ما بطقیه، ولی شما میتونیم به من بگیم تترجوش. اسم منم فرشته است. وای خدا جونم، کجات نوشته است؟ ببینم، حتما بسه خاطر منم به اینجا اومدی. تقی جونم تو چی کاری؟ من جواهرزادم. پس تو باید آدم ثروتمند. خیلی خوبه. بله، کی به شما گفتن؟ خیلی ثروت دارم جون شما. جدی میگی؟ تو نمیری به جان فرشته. من همیشه دنبال یه مردی مثل تو میگشتم. تقی جون بیا اینجا پیش من. چشم. پام درد میکنه. چشم. 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 میام چکمه هاته که در میارم. هیچی. هرچی دیگه ادم بخوایی. تقی جون تو منو دوست داری؟ البته که دوست دارم. تو ببینی وسط نمیرم. من خیلی وقت تو رو دوست دارم. از زمانی که هنوز به دنیا نیومده بودم. من تو رو قبلا یه جایی ندیده بودم. چرا؟ من یه جایی ندیده بودم. چه رو؟ چکمه رو. من هشم تو کافه ای که تو بایی رو من اجرا میکنی بلازم. آخری شما باز و بازم. بعدم میام که با تو بلازم. ابجانه رو. وسته که داره خرش میکنه. تقی جون میدونی چیه؟ دلم میخواست یه جای خلوتی بود و من تو تا آخر عمر پیش هم بود. آخه منم تو رو دوست دارم. عزیز دلم، از اینجا خلوت در کجا پیدا میشن؟ چی کار میکنی؟ بهتر اول درباره مسائل مهمتری صحبت کنیم. بکنیم. مسئله که مورد علاقه هر دوی ماست. راستی اون جواهری که ازتون دزدیدن پیدا کردی؟ آیا عزیزم الان تو بقلم هم؟ اینقدر دوست نشو. چرا همه شو؟ باشه تو من راجب جواهی را حق دارم. باشه دقیقا مالی تو اقربی میشه. دلم کن تتر جونم. من کور نه عدید دلم. من از تو خجالت میکشم. خجالت نمیدم، من که قیبه نیستم. این کار خوب نیست. خواهی نمیکنم، فقط دلم یختت میکنم. تتر جونم بس که دلم یختش میکنم. من دوست نداری. چرا؟ خیلی هم جرم. پس هایی کاری که من میگم باید بکنیم. خجالت مجالت هم بذاریم اینجا. باشه هرچی تو بگم. ببین، من اینجا رو چشم آب نمی کنیم. یواش در دارم به حرفمون گوش میدم. بیا از اینجا فرار کنیم. کجا فرار کنیم؟ آیان بلنگو وقت طلب میکنیم. من نمیدونم جواهرات کجا. خودیان مگه نگفتیم تو خیتره به هر کس میره پس چرا خیتی لکوست؟ فایده ای نداره، برای یک بار گرفتن باید یه نقشه دیگه ای بگیریم. بابا اگه شما نقشه بهتره داره توضیحات ما فصل بدیم دیگه. پس بگی توضیحات
سلام عرض میکنم. سلام خانم. سلام. معذرت میخوام، من مامور پلیس هستم. خواهش میکنم بفرمایید چه خدمتی میتونم براتون انجام بدم. میخواستم یه چند لحظه وقتتون رو بگیرم. بله در خدمتتونم. بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. متشکرم. شما راجب قتل پدرتون چیزی میدونید؟ نه من چیزی نمیدونم. مامورین ما شب و روز برای شناختن قاتل پدر شما فعالیت میکنن. امیدوارم به همین زودی قاتل پدرتون پیدا بشه و به سزای اعمال کثیف خودش برسه. ببخشید، ما ثروتی که پدرتون برای شما گذاشته چیکار می‌خوایم بکنیم؟ ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم پدرم ثروت زیادی نداشت. اون همیشه از آیندهش نگران بود، از یه چیزی رنج می‌برد، میگفت یه عده تهدیدش میکنن. پدرتون این اواخر با چه کسانی رفت آمد داشتن؟ معاشرینش کیا بودن؟ شما چیزی میدونید؟ نه خیر. طبق مدارکی که ما به دست آوردیم، فتنه زنی که چند وقت پیش کشته شد مشوقه پدر شما بوده. شما از روابط اونا اطلاعی نداشتین خانم؟ نخیر. آیا پدرتون راجب اون زن با شما صحبتی نکرده بود؟ فقط میدونم که اونا همدیگر رو دوست داشتن، ولی هیچ وقت اون زن رو ندیدم. دیر یا زود ادهی با شما تماس میگیرن و شما باید با اونا برخورد خوبی داشته باشین و در ذهن ما هم بذارین. ولی من باید بدونم اونا کی هستن. اونا دنبال جواهرات میگردن و خیال میکنن پیش شماست. چی گفتی؟ جایی دختره رو پیدا کردی؟ الان بهش خبر میدم. کجا بذاریم خانم جون؟ اخ چه با سنگینه. بفرمایم جان. متشکرم. متاسفم که زودتر از اینا نتونستم خدمت برسم. اگه بدونیم با چه زحمتی تونستم آدرس منزل شما رو پیدا کنم. همیشه به خودم میگفتم باید اونو پیدا کنم چون ممکنه به کمک من احتیاج داشته باشه. این نظر لطفتونه. شما خیلی بزرگوارید. کاپل جون، تو این گناه رو بغل کن. اون وقت من تو رو بغل میکنم که الهی قربونم بری. کاپل جونه، میخواستم خدمتتون عرض کنم که واقعا برای من مثل اینکه زنگ میزنم. مهمون داریم؟ نه، کی ممکنه باشه؟ ببخشین، با اجازه، من الان بخشم. خیلی بد شد، کسی نبود من اینجا بگم. در این صورت بفرمایین تو اون اتاق. بفرمایین. مرد توکل. چه گناهی قشنگیه، خواهش میکنم بفرمایین. بفرمایین تو این گلا رو بفرمایین. من یکی از دوستان پدرتون هستم، خدا رحمتش کنه. اون مرد نازنینی بود، ما دوران خوش با هم داشتیم. اون همیشه راجع به دختر خوشگلش حرف می‌زد، ولی فکر نمی‌کردم به خاطر گل بر گل باشه. خواهش می‌کنم بفرمایین اونجا بشین. بفرمایین. خواهش می‌کنم شما رو بفرمایید. متاسفم که زودتر از اینا نتونستم خدمتتون برسم. اگه بتونی با چه زحمتی تونستم آدرس منزل شما رو پیدا بکنم. همیشه به خودم میگفتم باید اونو پیدا بکنم چون ممکنه اون به کمک من احتیاج داشته باشه. باور بفرمایید خانم، بنده در غیاب ارادت خالصانه خدمتتون داشتم. شب و روز از فکر شما خارج نمی‌شدم، همیشه داخل بودم. نمی‌دونین این چند سالی که ما از هم دور بودیم من چقدر رنج کشیدم. ببخشید، ما که اصلاً با هم آشنا مثل اینکه زنگ می‌زنن. خب بنده ناشتا خاطر خوشیدم. ببخشید خانم، من نمی‌خوام کسی منو اینجا ببینه. خب یه جایی مخفی بشین. من میرم درو باز می‌کنم، تو برو بخوابید. چشم خانم. سلام. خیلی متشکرم. خیلی لطف کردین. بفرمایید. خواهش می‌کنم شما بفرمایید. ببخشید که مزاحم شدم. من یکی از دوستان پدر هستم. خواهش می‌کنم اینجا منزل خودتونه. بفرمایید. شما بفرمایید. خدا رحمت کنه اون شیر مرد، واقعا که مرد نازنینی بود. همیشه به من سفارش میکرد نکنه سر بزنی، نکنه سر نزنی، حتما سر بزنی. به کی سر بزنی؟ به شما سر بزنم دیگه. یادم یه روز اون مرحوم پیش من گفت دوست عزیز، من دخترمو به دست تو میسپرم. البته اون مرحوم گفت میسپارم، حالا من دارم که میسپرم. خلاصه شما رو به دست من سپرم.
مسکی دارن زنگ میزنن. بله دارن زنگ میزنن. خیلی بد شد. هیچ کس نباید من اینجا ببینه. خواهش میکنم یک کاری بکنید. خوبه. بفرمین اونجا قایم شی. اونجا جایی در پستو میگه بلی. خیلی بود. سلام. سلام. خوشگلاره چطوری؟ خواهش میکنم بفرمین. فرمیدم. امیدوارم که این هدیه ناقابل از من قبول بفرمین. چه گلای قشنگی. بفرمین تو. متشکرم. چی گذاشتی آقا پرسر؟ که درست و میراسی جا گذاشتی. سکینه. سکینه کلفتون ولی اشوال نداره. خدا رحمت کنه اون مرد. چه مرد نازنینی بود. ایشالا گل رو قبلش سرد بشه. ماشالله ماشالله. چه دختر مامانی تربیت کرده. از لطفتون خیلی متشکرم. نه جدی نه همینطور اگه منو به غلامی قبول داشته باشین همینجا در جا ازتون خواستگاری میکنه. اختیار داریم بفرمایید. بفرمایید بشینید. متشکرم. قبل از ورود به اینجا فکر میکردم با یه پیر دختر طرف هستم. دختری که دندوناش آریو چشاش مصنوعی. بله. ولی حالا میبینم یه دختر زیبایی با من طرفه. دختری که با یه نگاه دل و دین از آدم میبره. نظر لطفتونه. کامیون کامیون دل و دین میبره. شما مرد بزلگویی هستی. خواهش میکنم خانم. با دیدن دختر خوشگلی مثل شما آدم بزلگو میشه دیگه. پسر پدره بدن که نفی بیرو بیرم. چه آقا بزلگو تشکر دارم. بله اینطور چه معلومه همه ما یه هدف داریم ولی داریم به هم کلک بزنیم. یکی بیا بیرون دیگه قایم روشن به تو هست. بهتره همه چی تا از اول برای خانم تعریف کنی. نه چی هم داری؟ ببینم شما اکی هسته نهنده چه کار میکنی؟ چهار رو میکنم. خب بی جمالتون آقایون چه فرمایشی داشتن؟ خلاصا خانم ما دنبال جواهرات سرقت شده میگردیم. بله این همون جواهراتی که پدرتون پیش شما گذاشته و شما باید جاشو به ما بگیر کنیم. بله خانم و اگه نگی خودتون میدونین چه سرنوشتی در انتظار شماست. خلاصش میکنم دوستان من خیلی کم حوصله و خشن هستن. خشن میدونین چی از خوشون نه بدون شک همونطوریه که شما گفتید. من که قبلا از الو بله بله دایی جون جواهرات ها بله نه گوش کنم دایی اگه به زندگی خواهرزادن علاقمندی بایست باش اگه قول بدی من اگه جای جواهرات رو به اونا نشون نده میکشمش. داییم که بهتون قول داد دیگه چی میگی؟ اون وقت دختر خوشگلی مثل شما میره لدست پدرش. زمنم میخواستم به اطلاعاتون برسونم که با هیچ کس نباید تماس بگیرید مخصوصا با پلیس. قربان من تصور نمی کنم اونا تا الان اینجا مونده باشن. نه دخترم اونجاست. خدا نیزم که سالمه. مریم خانم مریم خانم بلی لطفا تشریف بیاره پایی. مریم خانم شکر شکر ها خب کجاست؟ ها برگرد این دو خالی زود باشی. میگم که اون رقاصه که میخواست از دست ما فرار کنه بچه ها تو باغ دیدنش. من گفتم دستگیرش کنن تا ما بیام. خیلی خب کار رو برا شد. بریم بریم بیار یه نفر از این مواظبت بکنه. ببینم اون دختره رو ندی از کجا بره. باید دست که از اون بر رفت. بریم دنبال بریم Oh, my God.
غلام لایزعی و فقط اومده باشه خیلی دل کردن. نه تو فکر خودت باش، اونا خیلی زرنگتر از من و تو هم. این قرار است همه طرف محصره شدیم، بهتره متفرق بشیم. یکی از اون چهارده جفته
خداحافظ. تمامشون رو دستگیر کردیم و جواهرات هم به دست آوردیم. یکیشون موقع فرار پاش رفت زیر قطار و الان هم در بیمارستان شهربانی بستریه. یکیشون هم به دست همون کسی که در بیمارستان بستریه کشته شد. یکیشون هم الان اینجا. از چنگ قانون هیچ کس نمیتونه فرار کنه. خب از دختره چه خبر؟ طبق مدارکی که به دست آوردیم دختره دختر کوثر نبوده و آقای کوثر در یک تصادف رو پیدا کرده و بزرگ میکنه. همونطور که میدونین کمک های اون دختر باعث شد که ما باند که ما این باند خطرناک رو دستگیر کنیم. بله خب بله این باند خطرناک رو دستگیر کنیم. خب بقیه ماجرا رو که خودتون میدونین. فقط باید آقای رئیس تشریف بیارن که این جواهرات رو به صاحبش تحویل بدید. بله بله بله. سلام سلام. آقای رئیس تشریف آوردن. هر گونه اطلاعاتی که میخواین ایشون در اختیارتون میذارن. این وظیفه‌م بود. به هر حال من از شما خیلی متشکرم که کمک کردین قضیه روشن شد. درستی. ولی سر هیچ بیگناهی بالایی دار نمیره. ولی ثابت کردنش خیلی مشکل. بازم من از طرف خودم و تقیه از شما تشکر میکنم که با پلیس همکاری کردین تا سرقین دستگیر بشن. خب باید خودفیز شما. دوستتون دارم. شما اینو جدی میگی؟ آره از همون موقعی که دیدم به دلم من شدم. منم شما رو دوست دارم. Thank you.